بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به باد درود و سلام بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری با موضوع حقوق زن در سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روبروی شما خوبان و عزیزان بیننده هستیم و در محضر عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی کارشناس امور دی. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم. از خداوند سبحانه طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین اعمال و طاعات را مرحمت بفرماید اله و این مطالبی که در جلسات گفته میشه نافع به حال خلق خدا باشه انشاءالله. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون از حضورتان و خیلی خوشحالم که این توفیق تلمذ در محضرتان را داریم. استاد با موضوع حقوق زن در سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما ایم. اگر مقدمتاً صحبت را دارید بفرمایید. بحث حقوق زن بسیار بحث زیبا و بسیار با پردامنه ای هست. اصولا بحثی که نسبت به حق یک انسان مطرح میشه خیلی جوانب گسترده ای داره. باز شخصیت زن که بسیار در اسلام و در قرآن در سیره پیامبر جلوه خاصی داره. من به خاطر ای که زاویه های بس حدود بس مشخص بشه یک مقدمه عرض میکنم که چارچوب بس بسیار محدود بشه. خیلی او مقدمه اینه که یک بحث گسترده ای هست به نام جایگاه زن در سیره پیامبر یا در اسلام. به یک اشاره مختصر به او میکنم که بحث ما با او بحث مخلوط نشه. این بار مقدمه و خیلی سریع عرض میکنم. پس جایگاه زن چیز دیگریه، حقوق زن چیز دیگریه. در بحث جایگاه زن در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما وقتی به روایات نگاه میکنیم بسیار جایگاه عظیمی نسبت به زن در سیره پیامبر مشاهده میکنیم. بسیار که ما به عنوان نمونه به بیننده های محترم سه تا حدیث رو به عنوان هدیه عرض میکنم که از این احادیث ما جایگاه زن را در دیدگاه پیامبر که طبعا همون دیدگاه قرآن کریم هست، چون پیامبر که از خود شخص خود چیزی ندارن، آنچه که هست وحی الهیه و اگر کلامی دارن سخن خداوند است. در حدیث شریفی از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که بفرمایند من اخلاق الانبیا حب النساء. آنقدر مقام زن و جایگاه زن در نزد پیامبر و سیره پیامبر و همه پیامبران والا و عالی هست که میفرمایند از اخلاق همه انبیا، همه رسولان الهی که خداوند اونها را برای بشر فرستاده برای تعلیم بشر، هدایت بشر، از اخلاق همه انبیا دوست داشتن زن هست. محبت، علاقه به زن در قالب مادر، محبت به مادر در قالب دختر، محبت به دختر در قالب خواهر، در قالب همسر، دوست داشتن، علاقه داشتن، محبت یک اخلاق پیامبریه. بله، در خانواده. در خانواده. پس اگر یک مرد نسبت به همسر خود ابراز علاقه میکنه، این صفت پیامبر رو به خودش گرفته. اگر به خواهر خود ابراز علاقه میکنه، این صفت پیامبر رو به خودش گرفته. به مادر، به دختر، جنس زن در سیره پیامبر به عنوان یک شیء محبوب و مورد علاقه تصور شده. بسیار عالی. در حدیث دیگری، این حدیث اولی که عرض کردم در کتاب شریف روضة الواعظین در جلد دو صفحه 375 بود. خیلی حدیث دیگه، حدیثیه که در کتاب نوادر راوندی در صفحه 12 نقل میکند از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اینم نشان دهنده جایگاه زن در دیدگاه و سیره پیامبر هست.
که می‌فرمایند کل مزداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، هر مقداری که انسان ایمان او به خداوند متعال زیاد میشه، علاقه او نسبت به زن بیشتر میشه. بله، یعنی جایگاه مادر بهتر درک میکنه. هر کسی که مؤمن تر باشه مادر بیشتر محبت داره، هر کسی که ایمان او کامل تر میشه به همسر خود بیشتر محبت میکنه، بی‌مهری نمیکنه. هر کسی که ایمان او کامل تر میشه به خواهر و دختر محبت بیشتر میکنه. پس میتونیم ما این معیار هم برای ایمان خود بسنجیم. آیا ما چه مقدار ایمان ما کامل هست؟ یک معیار دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که چه میزان به مادر خود، به خواهر خود، به دختر خود، به همسر خود علاقه داریم. سیار این میشه معیار ایمان. یک روایت دیگه هم خدمت شما عرض بکنم که باز نشان دهنده جایگاه زن در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. آقا میفرمایند که البنات و حسنات و البنون نعمتون، دختران اینها لطف و رحمت الهی هستند. بله. و نیکویی هستند، حسنه هستند. بچه ها، پسر ها، اینها نعمتن. بله. خب او وقت چی میشه؟ فرمود و انما یثاب علی الحسنات، و خداوند در برابر نیکی ها پاداش میده. و یسأل و یسأل عن النعم، اما از نعمت میپرسه. میپرسه چی کردی؟ میپرسه با نعمت چه کار کردیم. از اینجا معلوم میشه که در زمانی که در جاهلیت اون زمان عرب دختران را زنده به گور میکردن، متاسفانه، یا اگر کسی به اون میگفتن در خانه تو یک دختر به دنیا آمده، رنگ او تیره میشد، رنگ او سیاه میشد، احساس شرمندگی میکرد، خجالت میکشید. پیامبر در او زمان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نباید شما این حرکت بکنید، اتفاقا باید خوشحالتر بشید. به خاطر ای که وقتی خداوند به یک مردی در خانه یک زوجی دختری عنایت میکنه، حسنه و نیکی میده و از در حقیقت پاداش و لطفی به اون خانواده میکنه، یک نعمت رو برای شرزانی داشت. بله، که البته خب بین دختر و پسر در این جهت که فرقی نیست، هر دو تا لطف خدای، ولی بل. دختر که بدهد نیکوتر است به پدر مادر خودش، چون حسنه ایست که خداوند پاداشی داده. گرچه خب پسر هم که باشد نعمت است، اما از نعمت سوال میکنن. بل. از این معلوم میشه که اگر یک پدر و مادری خوب دخترشان رو تربیت بکنن، با ایمان تربیت بکنن، این در درجات و ترقی خود پدر و مادر هم بسیار اثر گذاره. بسیار عالی. این بود ارزش زن در بله اسلام. حالا بحث ما حقوق زن هست. بله. از این بحث که بگذریم میرسیم به حقوق زن. بله. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حقوق زن دستبندی شده. بسیار عالی. برخی از حقوق زن هست که حقوق مادی هست. بله. برخی از حقوق هست حقوق اجتماعی هست. بر حقوق، حقوق سیاسی هست، حقوق ده. معنوی هست. ما به مقداری که فرصت اقتضا بکنه بسیار. در جلسات متعدد ما به نظرم که از حقوق مادی شروع بکنیم که ملموس‌تره. این حقوق مادی چی هست و شامل چی امور میشه؟ حقوق مادی خب فراوانه. من یک نمونهشو اشاره میکنم که بیشتر از این بحث شروع بکنیم به نظرم کاربردی تر بشه. یکی از حقوق مادی زن مهریه هست. مهریه خوب. یکی از حقوقیه که خداوند برای زن قرار داده که بر مردها لازم کرده به زنها در وقتی که ازدواج بکنن مهریه بپردازن. پس مهریه یک حق مادی برای زن محسوب میشه. حالا چی دلیلی بر لزوم مهریه به عنوان یک شرط در ازدواج هسته؟ برای چی باید حتما این شرط وجود داشته باشه تا یک ازدواج منعقد بشه، تا یک عقد منعقد بشه؟ بله. خب احکام شریعت اسلام برگرفته از قرآن و روایات هست. بله. اگر یک حکمی در شریعت ما بیان میکنیم که ای بر مرد واجب است، ای بر زن واجب هست، یا به هر دو واجب هست، باید یک پشتوانه روایی و آیه قرآنی داشته باشه. بله. اینی که
از حقوق زن یکی مهریه قرار داده شده، هم آیه قرآن داریم و هم روایات معصومین و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در قرآن کریم خداوند سبحان در سوره مبارکه نساء آیه چهارم ای حق را بیان فرموده، می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و آت النساء صدقاتهن نحلتن. بله، ترجمه آیه ای میشه که آتو یعنی بپردازید، امر میکنه. وقتی خداوند امر کرد، این علما مطرح کردن که بله، امر دلالت بر وجوب میکند، یعنی بر مرد واجب هست، یک تکلیف شده بر مرد. النساء یعنی زنها، وقتی که ازدواج میکنید و آت النساء صدقات، صداق اونها ره یعنی مهریه اونها ره بپردازید. بله. نحلتن به عنوان بخشش، به عنوان هدیه، به عنوان تحفه اینه به زن بپردازید. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، اگر شما پرداختین یا نپرداختین، خود زن با اختیار کاملی که دارد از سر میل به شما بخشید. بله، که سفارش هم شده زنها مهریه خودشان ره به شوهرها خودشان ببخشن. حالا اگه این زن به آیه قرآن عمل کرد که مستحب به عمل کرده، بر مرد واجبه که مهریه رو پرداخت بکنه، ولی بر زن مستحبه که ببخشه. ببخشه. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر زنها از سر میل با طیب نفس، با آرامش خاطر به شما بخشیدن، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، نوش جان شما گوارای وجود شما باشه. اما اگر نبخشیدن، صدر آیه می فرماید که باید پرداخت بکنه. باید پرداخت بکنه. پس بنابراین دلیلی که برای وجوب مهریه گفته شده آیه قرآن هست و روایات فراوانی که از لسان گوهربار اهلیت خداوند در آیه قرآن فرموده که مهریه را پرداخت بکنه. بعد در دنباله ای دلیل دیگر هم گفته که به چی دلیل باید پرداخت بکنی یا نه، امی که خود خداوند مثلا در قرآن فرموده امی دلیل میشه برای پرداخت کردن، دلیل خاصی دیگه ای نداره، یعنی تعبدی باید ایره بپذیریم چون خداوند در قرآن فرموده بدین مهریه ده. بله، از خود واژه هایی که قرآن کریم استفاده کرده میتونیم یک سری حکمت ها را برداشت بکنیم. بله، نمیتونیم قطعا بگیم همین بوده، ولی حکمت هایی میشه از کلمات و واژه هایی که قرآن در آیه استفاده کرده. مقدمه ای جواب سوال شما به این رقم مطرح میکنم که از این آیه معلوم میشه که خداوند سبحان به زن اهمیت ویژه ای داده. بلد. چرا؟ چون فرمود و آت النساء صدقاتهن نحلتن، نحله یعنی بخشش، یعنی لطف. برخی لغویان گفتن نحله از ریشه لغوی نحله که زنبور عسل میگن نحل. زنبور عسل چیکار میکنه؟ زنبور عسل ای گلها رو، شهد گلها رو میچشه و بعد خلاصه ای اونها رو به عنوان یک ماده شفابخش که عسل باشه تقدیم انسان ها میکنه. بله، این معلوم میشه که خداوند این بخشش ره که مرد برای زن میکنه مثل یک عسل شفابخش قرار میده. یعنی کار مرد مثل اینه که گفته از حلالترین رزق خود، از حلالترین کسب خود این مهریه رو تهیه بکنه و به عنوان یک تحفه به بخشش و بخشش به زن عنایت بکنه. خیلی خوب. بنابراین از این که کلمه نحله استفاده کرد، بخشش، این معلوم میشه که خداوند لطفی رو خواسته برای زن عنایت بکنه. چرا؟ یک هدیه، یک محبت، یک توفیه از مرد به زن برسه. به خاطر اینکه قبل از اسلام در جزیره عرب، شاید در جای دیگه هم بینه بوده، به زن ارزش قائل نمی شدن. بله. به این رقم که اگر مهریه‌ای داد می شدن، پول پرداخت می کردن، توفیه پرداخت می کردن، به اولیاء زن می دادن، نه به خود زن. به خانواده و پدر مادر چیزی به خود زن بخششی نمیشد. بله، حق به زن نمیرسید، چیزی به زن نمیرسید. اینو اسلام فرمود نه، و آتو النساء به خود اونها بدین. بله. این حدیث که خداوند به زن تقدیم کرده، شخصیت و مقام زن را بالا برده. دو، در اون زمان گاهی این رقم بود که مهر زن را ایقرا می‌دادن که فرض کنید
یک زن دیگری با ای ازدواج بکنه. یک مثال از کنه خدمت شما، یک برادری خواهرش به عقد یک مردی در می آورد، بعد میگو مهریه ای خواهرم ای باشه که تو هم خواهر خودت به عقد ما در بیاری. ای در جاهلیت بود، یعنی مهریه ای دوتا زن همی بود که ای خواهر ای به عقد ای مرد و خواهر او به عقد ای مرد در بیاری. ای شد مهریه زن. چیزی به زن نرسید اینجا. اسلام فرمود نه، این هم باطل هست. اونی هم که شما به اولیا بدین او چیزی به زن نمیرسه، او رو ما قبول نداریم. یک نشانه صدق، یک تحفه باید به خود زن داده بشه. بله. و دوم که واژه صداق را استفاده کرد قرآن کریم، فرمود و آتو النساء صدقاتهن. صداق یعنی نشانه دوستی. چون در فرهنگ دینی ما در حقیقت مرد طالب هست، خواهان هست، مرد نیازمند است و زن اهل ناز هست. مرد به دنبال زن میره، خواستگاری میکنه. اسلام میگه شمای مرد که خواستگار هستی، طالب ای زن هستی، باید یک نشانه صدق از خود نشان بدی. بله. پس اینا همه دلیل شد بر ای که باید مرد بپردازه مهریه. بله. شما با ای که ازدواج اگه امر طرفینی هست، رضایت هر دو طرف شرط هست، همونطوری که مثلا مرد باید رضایت داشته باشه، زنم باید رضایت داشته باشه. بله بله. همونطوری که از مزایای خوب نکاح مرد استفاده میکنه، زنم استفاده میکنه، ولی با تمامی امور باید حتما مرد پرداخت بکنه. بله. چرا؟ به خاطری که گفتیم در فرهنگ دینی شخصیت مرد خدا جوری آفریده در خلقت. بله. که مرد طالب زن میشه، زن ناز میکنه، مرد نیازش ابراز میکنه. وقتی میگه تو نیازت ابراز میکنی به خواستگاری زنی میری، از کجا معلوم شما صادق باشی؟ شاید ای زن را رها بسازی، شاید بی زن محبت نکنی. یک نشانه صدقت همی باشه که یک مقداری به عنوان صداق و تحفه و بخشش به زن تقدیم بکنی. بله. بسیار عالی، تشکر. بیننده های عزیز و گرامی، مثبت 964-780-255 کیل 13 پل ارتباط میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید گوشی های همراهتان را بردارید، هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید، از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان از شما دعوت میکنم که برنامه های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نفرمایید. استاد، با توجه به آنچه که فرمودین، آیا مهریه یک طور، یک سر شبه هایی در اینجا وجود داره که با توجه به ای که زن به یک سر تکامل رسیده، یک سر توانایی هایی را داره، ای میتونه ای که استقلالیت مالی داشته باشه، با توجه به همه این شبه هایی را که وقتی در جامعه باشیم هست دیده میشه و این شبه ها ایجاد میشه، این یک نوع توهینی به مقام زن تلقی نمیشه؟ بله. سوال بسیار خوب فرمودین. اتفاقا قضیه برعکسه. بله. شما اگر به یک کسی هدیه بدین، آیا به او توهین کردین؟ نخیر. ولی یک چون شبهی وارد هست. بله. استاد، بنابراین از اینکه قرآن کریم واژه صداق به کار برد، نشانه صدق است، از اینکه نهله به کار برد، یک نوع تحفه و هدیه هست، ای توهین به زن نیه. و اما ای که زن میتونه کار بکنه که در بحث‌های بعد انشالله اشاره میکنیم، اگر عمری باشه از حقوق اجتماعی زن حق کار هست و حق داشتن درآمد هست، ایر خداوند مازاد بر او عنایت میکنه. یعنی اگر زن دارایی فراوانی هم داشته باشه، باز هم خدا میگه واجب هست شما یک چیزی به عنوان مهریه به او بدید. ولی جالب اینجیه که ای توهین به زن نیه. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه مادی نیست، یعنی امکان داره مهریه امر معنوی باشه. بله. یک داستان خدمت شما عرض بکنم. بسیار. که در این داستان ما این شبهه رو بسیار میتونیم جالب جواب بدیم. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یک زن خدمت پیامبر رسید. این داستان خیلی زیباه که ما میتونیم نکته های بسیار ظریفی از این داستان شریف بهره بگیریم. من اشاره میکنم، بعد شاید به ذهن شما سوال مطرح بشه. در کتاب شریف وسائل شیعه جلد 21 صفحه 242 داستان شریف نقل شده. زنی پیش پیامبر آمد، گفت یا رسول خدا، من شوهر میل دارم شوهر بکنم. جالبه. یعنی یک فردی رو برای من به عنوان شوهر شما انتخاب بکنید.
یعنی این معلوم میشه که یک رهبر دینی آنقدر با ملت خود، با قوم خود باید دوست باشد که همه امراتبه، که خصوصی ترین خواسته های شخصیشون رو بیان بکنن، نه که بگه یک ابهت نشان بده. با یکی پیام خیلی ابهت داشتن، گاهی کسی که نمیشناخت از ابهت پیامبر سخنش به تعبیر زبانش بند میومد، ولی پیامبر اونو با آغوش میگرفتم که سخن بگو، آرام باش. بله. خب این زن خواست خودش رو مطرح کرد که یا رسول خدا شما به من یک شوهر انتخاب بکنید. ظاهرا مانعی هم نبوده که یعنی ازدواج نکنه. بله، یا ازدواج دومش بوده که لازم نبوده از ولی او بپرسه. به هر ترتیبی مانعی نبوده برای ازدواج این زن. پیامبر به اصحاب رو کردن، گفتن کسی مایل هست ازدواج بکنه؟ مثل این زمان نبوده. نکته دوم که یک از سخت باشد، الان یک جوان ازدواج دوست داره بکنه، چه سختی هایی رو طی بکنه، چقدر باید پول داشته باشه، چقدر باید لوازم اول طی بکنه. پیامبر فرمودن کسی با این زن میل داره ازدواج بکنه، یعنی مجردی هست که نیاز به زندگی داشته باشه. یک مردی گفت که من اتفاقا من هم دنبال یک زن خوب میگردم، زن مؤمنی، من قصد ازدواج دارم. فرمودن خب شما چی داری؟ به عنوان مهریه. گفت آقا جان من چیزی ندارم، ولی کار میکنم، بالاخره درآمد دارم، یه که چیزی من تقدیم بکنم ندارم. فهمیدم خب حالا شما بشین شاید کسی که داشته باشه. دوبار این سوال مطرح کردن، باز همین آدم برخواست و گفت که من هست، کسی دیگه درخواست جواب نداد. و بار سوم پیامبر فرمودن و کسی حاضر نبود جواب که نداده. ازدواج بکنه. این آقا برای بار سوم هم ابراز علاقه کرد. فرمودن که خب تو که چیزی نداری، آیا قرآن بلدی بخوانی؟ عبارت عربی حدیث اینه که فرمودن اتحسن من القرآن شیئا، آیا چیزی از قرآن رو به نیکی بلدی؟ سوره حمد بخوانی، قل هو الله رو بخوانی، یک سوره خوب زیبا، قرائت تجوید، اینا رو بلد هستی؟ گفت که نعم، بله آقا جان، به قرآن یک قسمتاش یا همه قرآن خوب بلدم که بخونم. فرمودن که قال قد زوجتکها علی ما تحسن من القرآن، من مهریه ای زن ره چون به ما واگذار کرد تعلیم قرآن قرار میدم. تعلیم قرآن اینه، بشنون پدرها، بشنون پدرها که وقتی میگه مهریه دختر شما چقدره، یک چیزای خیلی محیر العقول بیان نکنن. بسیار استاد، اگر اجازه بتیم ادامه بحث رو بعد از وقفه بگیم. بیننده های عزیز و گرامی، وقفه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره بحث را همراه باشید. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفت زنم، دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاهم بریز تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم. همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد.
هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد. هنوز هم تو همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین. بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید. ادامه برنامه به وقت بیداری با موضوع جایگاه و حقوق زن در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و در خدمت جناب استاد رمضانی هستیم. استاد دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و بحث ما این بود که آیا مهریه دادن یک نوع توهین به زن تلقی نمیشه؟ خب قبل از این میان برنامه یک مطلب را مطرح کردیم و یک مطالب گفتیم نسبت به این که نه تنها این توهین به زن نیه بلکه گرامی داشت زنه. و این نکته را اشاره کردیم که گاهی اصلا مهریه امر مادی نیه، یک امر معنوی هست. یک داستان اشاره کردیم که زنی در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابراز کرد که من دوست دارم ازدواج بکنم، شما به انتخاب خود یک مرد برای من انتخاب بکنین و این زمینه رو فراهم بسازین. پیامبر رو کردن به اصحاب خودشان و فرمودن که کسی هست با این زن ازدواج بکنه؟ بله. یک مردی ابراز کرد در سنوبت و پیامبر فرمودن آیا شما چیزی داری به عنوان صدقه و به عنوان صداق، به عنوان مهریه؟ که اینم فهمیده میشه از سیره پیامبر هم که یه چیزی باید لازم هست که بیان بشه به عنوان مهریه. گفت که من چیزی ندارم. به اینجا همه اشاره میکنم به پدرهای گرامی که اگر یک دامادی آمد اخلاق و ایمانش خوب بود گفت چیزی ندارم، از همین حدیث استفاده بکنی. یک امر معنوی بگیم شما علمی بلد هستی، هنری بلد هستی، نمازی قرآنی بلد هستی، یک کاری که جنبه فرهنگی معنوی داشته باشه. سیار. شما این تعلیم بده به این دختر، این میشه مهریه ای او. پیامبر فرمودن که شما چیزی از قرآن بلد هستی؟ اتخسنو من القرآن شیئا؟ گفت بله. فرمودن که من این زن را به ازدواج شما در آوردم به این جهت و به این عنوان که مهریه ای او تعلیم او باشد، یعنی آموختن. من این باز اشاره میکنم به خود دخترهای گرامی و بانوان محترمه که ارزش خود را با طلا یا با سکه مقایسه نکنه. به خاطر ای که مهریه گفتیم یک نشانه صداقته، یک نشانه لطفه، لطفیه که خداوند مرحمت کرده و این با امور مادی سنجش نمیشه. پس بنابراین مهریه یک بخشش هست، یک لطف هست و یک نشانه صداقته. گاهی هم ممکنه که امر مادی نباشه، پس هیچ توهینی به بانوان محترم نیه، بلکه خداوند این لطف کرده که مرد رو مکلف کرده برای زن تحفه‌ای مرحمت کنه. بسیار عالی. استاد معمولی است که اگر به کسی لطف بکنیم، بخشش بکنیم، تحفه‌ای رو بتیم، خوب خوشحال میشه. ولی از طرف دیگه اگر چنین کار رو نکنیم ناراحت نمیشه. عرفاً معمولاً اگر به کسی مثلا تحفه ندی وزید ناراحت میشه؟ نه خیر، چون این چیزی نیسته. ولی در امر مهریه گاهن یک طور دیگه به نظر میرسه که اگر یک وقت پرداخت نکنه امکان داره که عواقب داشته باشه. لذا اگر کسی مهریه رو پرداخت نکنه چطور میشه؟ چه حکمی رو داره؟ آفرین، این سوال بسیار خوبی بود. به جهت اینکه وقتی ما گفتیم تحفه بخشش به نظر نرسه که این مستحبه. چهت مستحب به کار دادی؟ تحفه متفاوتیه. بله، این تحفه ایست که خداوند واجب کرده، یعنی از جهت ای که مرد باید بپردازد واجب هست، مثل یک دین است. لذا فرموده آتو، حتما بعد به مردان خطاب فرموده شما بپردازید. ولی
کاری که از یعنی فلسفه و حکمتی که در این پرداخت مهریه بوده، ایجاد دوستی بیشتر، ایجاد مهر محبت بیشتر و علاقه مندی، نشان دادن علاقه مندی مرد به زن هست. اما اگر مرد نپردازد، چند تا پیامد بسیار منفی دارد. پیامد اول و پیامد اخروی هست. در آخرت یقه و یه به تعبیری پاسخگو باید باشه، در جایی که به حقوق انسان‌ها رسیدگی میشه این مرد باید پاسخگو باشه. در یک روایت زیبا داریم که وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از سراق و ثلاثه، دزدها سه نوع اند. غیر از دزدایی که مال مردم شبانه یا روزانه چپاول میکنن، یک دزدایی داریم که شاید به گوش بینندهای محترم کمتر خورده باشه. این دزدا در بین آدمای با شرافت پیدا میشه، آدمای خیلی خوشتیپ و ظاهر الصلاح. فرمودن از سراغ و سلاسه، یک مانع از زکات، کسی که زکات مالش نمیده، واجبات مالی خودش نمیده، این در قیامت به عنوان سارق محشور میشه. دو، مستحل و مهور النساء، او کسی که مهر زن را حلال میشماره، میگه کی داد کی گرفت، اصلا قصد پرداخت نداره. یک وقت هست یک مردی نداره که بده، خب او یا در دنیا از زن خودش حلالیت میطلبه، او را راضی میسازه که ببخشه، یا اگر از دنیا رفت از مال او به زن به عنوان دین پرداخت میشه. اگر هم نشون باید در قیامت، گفتیم که نداره، وقتی که نداره از کدام مال باید برداره بده؟ خب فرض اینه که در زمان حیات نداره، خب ولی وقتی از دنیا میره یه خانه‌ای که از اون مانده دیگه، یک وسیله نقلیه، اگر هیچی نمانده به قیامت میمونه دیگه. در قیامت اگر توانست از واجبات او میگیرن، از اعمال واجبی که این مرد انجام داده، از مگر ای که واقعا در دنیا تلاش خودش کرده باشه و این موقعیت مالی پیدا نشده باشه، خب طبعا در اونجا باز معصومین علیه السلام هستن، شفاعت میکنن و آنقدر به اون بانوی گرامی لطف و الطافی میشه که او از این حق خودش بگذره. پس بنابراین گفتن که دزدها سه گونن: مانع زکات، کسی که زکات خودش نمیده، مستحل و مهور النساء، کسی که مهر زن حلال میشماره، و کذالک من استدان دینا ولم ینوی قضاء. اینم هرچند به محل بحث ما ربطی نداره ولی جالبه. دزد سوم او کسیه که قرض میکنه ولی وقتی که قرض میکنه نیت پرداخت دوباره نداره، نیت ادا نداره. مثلا من از شما میگم که این مبلغ به من قرض بدن، من یک گرفتاری دارم، ولی قصد نداره از من آغاز میکنه، از من آغاز میگه، این هم یک نوع سرقته و دزده. خب پس اگر کسی قصد نداره مهریه زنش بده، این یک پیامدش اینه که در قیامت به عنوان دزد مشهور میشه. دو، ترک واجب کرده. چی رقم؟ اگر یک انسان نماز خودش نخونه، ترک واجب کرده، اینم یک واجبه، ترک برای یک گناه معصیته. سه، از دنیا مدیون میرود. چی رقم؟ ما اگر مال مردم بخوریم خدای نکرده، یا وسیله کسی رو خراب بکنیم و او را راضی نسازیم، جبران نکنیم، مدیون از دنیا میریم. و در قیامت از چیزهایی که بسیار سنگین است حق الناسه، و مریم حق الناسه دیگه. آره، اگر در این دنیا ما رعایت نکنیم، در آخرت به هر دینار او شاید 700 نماز واجب ما را از ما بگیرن. یه حق الناسه، چیزی نمیمانه. و بنابراین مرد آغاز ازدواج که شروع میکنه به این کار مستحب و این دین بر خودش میقبولانه، میپذیره، چیزی به تعبیری بپذیره که توان پرداخت او ره داره. یه از هدیه های بسیار خطرناک است و عواقب بد داره. خیلی عالی. یادآوری بکنم برای بیننده های عزیز که مثبت 964-780-255-413 همچنان در خدمت شما هست. شما میتونید سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان عرض بکنم که برنامه با وقت بیداری، برنامه مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی که هر شب ساعت 8 به وقت کابل حضور گرم شما تقدیم میشه و تکرار این برنامه را هر روز فراموش نکنید.
استاد فرمودید که حقوق‌های مادی را داره، از حقوق مادی مهریه است. حقوق‌ها یک سری حقوق دیگه هم حتما پس داره. بله بفرمایید. خب حق بعدی که باز خداوند برای زن قرار داده و ما در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار زیبا مشاهده میکنیم، حق نفقه هست. نفقه یعنی خرجی. بله. یعنی تأمین نیازمندی های زن. ایران به عنوان یک حق در سیره پیامبر میبینیم که سیره پیامبر گفتیم برگرفته از قرآن کریم هست و احادیثی که از لسان گوهربار خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل شده. سیار. در قرآن کریم در آیه 233 سوره مبارکه بقره میفرماد که وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بر پدر من. بر پدر بن بر شوهر واجب هست که رزق همسر خودشه تامین بکنه و لباس و پوشش او رو تامین بکنه، که در بحث نفقه در روایاتی که نقل شده در ذیل این آیه و آیات دیگر فرمودن نفقه شامل ما احتاج زن چی هست و شامل چه چیزهایی میشه؟ بله، خوراکی هایی که باید زن به طبع نیاز بدنش استفاده میکنه، اگر گاهی نیازمند به درمان باشد، دارو و درمان او به عهده مرد هست، یک جای زندگی مسکنی داشته باشد، سرپناهی داشته باشد، این به عهده مرد است و لباسی که او را بپوشاند. پس کل ما یحتاج یک زن به عنوان نفقه، این هم یک حقیه که خداوند بر عهده مرد قرار داده و ما در سیره پیامبر ایره مشاهده میکنیم. اگر علاقه ای رو بسیار به سفرهای خارجی و سیاحت و تفریح و اینا زیاد داشته باشه، ایره چیکار بکنیم؟ اونا مستحب دیگه. اونا اگر مرد توانش باشه، گفتن که به خانواده خودش توسعه بده، سفرهای تفریحی به عنوانی که روحیه زن و روحیه فرزندان باز بشه و بالاخره خدا قرآن فرمود سیر و فی الارض فنظر، رو در زمین سیر بکنید اما عبرت بگیرید، در سفر بسیار فواید فراوان هست. اینا خوبه، ولی اونی که واجب هست در قدم اول تأمین نیازمندی های خوراکی، پوشاکی، مسکن و درمان هست. بسیار عالی، خیلی خوب. همونطور سوال کردیم که آقا چرا مهریه را مرد بپردازه؟ حالا این سوال حتما و قطعا در اینجا مطرح میشه که خب چرا این مرد باید مهریه را بپردازه، این نفقه را بپردازه و بعد در هر صورت باید بپردازه، یا نه که اگر مثلا زن توانی خودش این توان را داشت که مثلا از عهده نفقه خود بر بیه، در اینجا بازم این مرد حتما باید نفقه بپردازه؟ بله، سوال بسیار زیبایی فرمودین. من از این قسمت اخیر سوال شما جواب میدم که حتی اگر زن دارایی فراوان داشته باشد، یک زن فرض کنیم رئیس یک بانکه، عجب، بسیار ثروت دارد، ولی خرج او بر عهده شوهر او هست، حتی اگر یک کارگر ساده باشد. یعنی زن میتونه تمام دارایی خودش در یک سرمایه گذاری ذخیره بکنه، سرمایه گذاری بکنه و به تعبیر در یک بانک به عنوان نقدینه قرار بده و از اون استفاده نکنه. خرج زن به عهده شوهر هست. پس بنابراین یک مرد نگه خب تو که خودت کارمند هستی، خودت کار میکنی، از ما بیشتر درآمد داری، تو هم بده ما بخوریم. نه، یعنی واقعا یک اینجوری که فکر میکنیم یک تفاوت هست. از این طرف میگیم که آقا حقوق زن و مرد برابره، ولی اینجا مهریه را زن بده، چه مرد بده، نفقه را مرد بده، یک سر تفاوت نیسته؟ یعنی زن از یک جایگاه بالاتر برخوردار نیسته؟ بله، این تفاوت ها بر اساس فیزیک بدن مرد و زن تنظیم شده. این عین عدالته، به خاطر ای که فیزیک مرد یعنی قوه جسمی و بنیه بدنی مرد قوی تره، رضا خداوند کار بیرون رو به عهده مرد گذاشته. البته در بحث‌های بعد انشاءالله اشاره میکنیم که اگر زن خودش مائل باشه کار بکنه، شغل داشته باشه و مردش هم راضی باشه، این منعی نداره، از حقوق زن هست که کار بکنه و درآمد داشته باشه، ولی میتونه تمام اون درآمدهای خودشه برای خودش مصرف بکنه، به فقرا بده. پس
چون قالب زنها به نحوی است که ممکنه میل به کار نداشته باشن به خاطر ای که روحیه لطیف دارن به تربیت فرزندان برسن، خداوند این بار از دوش زنها برداشته. بار به دوش کی گذاشته؟ به کسی که به او جسم قوی تری داده. فرموده تو که مرد هستی ار رجال و قوامون علی النساء. این قسمت بیان می‌فرماید که مردها به خاطر او قوت جسمی که خداوند به اونها داده جهاد بر مردها واجب کرده، دفاع بر مردها واجب کرده، نفقه هم بر مردها واجب کرده. زن میتونه در خانه بشینه، عبادت خودش رو بکنه، فرزندان تربیت بکنه و کارهای عادی خودش انجام بده، استراحت بکنه. مرد واجب هست که تلاش بکنه، زحمت بکشه و مایحتاج زن و فرزند خودش رو تأمین بکنه. بسیار عالی. با ای که زن داره خودش بله. بازم این کار رو باید حتما بکنه. در حقیقت یک نوع باز جایگاهی ویژه به زن بخشیدن است، یک حرمت و احترام خاص به خداوند و رسول عجب. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زن عنایت کرد. حالا اگر این مرد ایره پرداخت نکرد چی؟ بله. اگر پرداخت نکنه یک راه اینه که زن میتونه از مال شوهر برداره و خرج کنه به اختیار خودش، حتی بدون رضایت شوهر. ببینیم یک داستان خدمت شما اشاره بکنم. این داستان در کتاب‌های مختلف نقل شده، در کتاب‌های ما هم هست، در کتاب‌های دیگر هم هست. من این داستان از صحیح مسلم نقل میکنم، جلد 5 صفحه 130. در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح نمودند، فتح مکه خب مشهور هست، مردم مختلف میادن از پیامبر سوالات میکردن، مسائل میپرسیدن. از جمله همسر ابو سفیان پیش پیامبر آمد، هند نام همسر ابو سفیان بود. ای به پیامبر گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از شما یک سوال دارم. فرمودن خب بفرمو. گفت که ان ابو سفیان رجل ممسک، ابو سفیان یک مرد بسیار خسیسه، یک مرد بسیار ممسک هست، خرج نمیکنه، مال دوسته، خرج نمیکنه. ما اگر یک خوراکی نیاز داریم، اگر یک پوشاک نیاز داریم، به حد نیاز ما خانواده تامین نمیکنه. ثروتم فراوان داره ولی خسیس هست و به اندازه نیاز مصرف نمیکنه. ما نیازهای ما خلاصه تأمین نمیشه. در ادامه گفت که فهل علی حرج ان انفق علی عیاله من مال، ای رسول خدا آیا به من گناه هست که اگر از مال شوهر خود یک سکه های داره، پول های حتما داخل خانه داره، من جاهای او رو بلدم، میتونم در حدی که نیاز خانواده برطرف بشه من خرج بکنم و از او اجازه نگیرم؟ چون اگه اجازه بگیرم میگه نه، اگه از او اجازه بگیرم میگه نه، بس همه مقدار. خب ولی گاهی نیاز میشه و او هم تأمین نمیکنه. من میتونم از مال او بردارم به غیر اذنهی، بدون که از او اجازه بگیرم و خرج ایال بکنم، این خرج بچه ها بکنم، خرج خانه بکنم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا حرج علیک، گناهی بر تو نیست، مشکلی نه، گناهی بر تو نیست، ان تنفقی علیهم بالمعروف، منتها بالمعروف باشد. یعنی چی؟ یعنی به اندازه عرف باشد، زیاده روی نکن، اسراف هم نکن. پس ای جایی رو عرض میکنم، باز ای مطلب به نحو دیگری نقل نشه در جایی که بهم. گفته شده بله زن میتونه از مالش رو بدون اجازه برداره. این زمانی هست که حقوق زن در خانه تضییع بشه. مرد پول داره، ثروت داره، اما به اندازه نیاز زن، نیازهایی که معروفه، یعنی عقل میپسندد، شرع میپسندد و امثال خانواده های مصرف ها را دارن، ولی مرد در خانه را انجام نمیده. ای به مرد پیشنهاد بد بکنه و رضایت او را جلب بکنه. اگر نشد و نیازمندی های زن تامین نشد، یه روایت میفرماد که میتونه که از مال شوهر بدون رضایت برداره. این یک روایت که هست.
اگر این هم نشد و واقعا در جای شد که عسر و حرج برای زن پیدا شد، یعنی یک وقت امکان داره که یک مردی اصلا تنبل باشد، خب زن نه. هم فرض کنین حالا برخی از زنها زحمت میکشن، کار میکنن، کمک خرج شوهرشان میشن، با اینکه بر اونا واجب نیست، میتونن کار نکنن یا کار میکنن مثلا خرج نکنن، خرج خانه رو از شوهر بگیرن، ولی با وجود این هم برخی از بانوان و محترمه اینا میرن کار میکنن، کمک خرج میشن، ولی گاهی یک جوری میشه که دیگه اصلا مرد کار نمیکنه، زنم توان کار نداره، جوانیشو کار کرده، او هم از کار افتاده شده، مردم کار نمیکنه، یا گرفتار مثلا اعتیاد هست، یا اینکه تنبل هست متاسفانه، یا رفیق باس هست، به هر ترتیب اگر نفقه زن را نده ای میتونه که از حاکم شرعی کسب تکلیف بکنه. بله. حاکم شرعی میتونه اون مرد را ملزم بکنه که یا این زن را خرج او را بده یا جدا بساز. دیگه ای از جایی که مجوز صادر میشه برای ای که ای کانون ولی اگر مردم رضایت نداشته باشه در اینجا حاکم شرعی میتونه حکم بله. بکنه که تو چیکار باید بکنی؟ واقعا اگر زن به عسر و حرج گرفته بشه زندگی بسیار برای مشقت بار بشه، مرد هم حاضر نباشه تأمین بکنه، اینجا میشه که از قوه قهریه استفاده بکنه. بسیار عالی. استاد دو دقیقه دیگه وقت داریم، ببخشید اگر صحبتی بوده که ما مطرح نکردیم در سوالای ما نبوده. من این نکته رو اشاره میکنم چون شاید دیگه فرصت به بس نشه با بحث دیگه شروع بکنیم. ببینید در اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا 76 روز قبل از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در حجۃ الوداع سه تا خطبه بسیار زیبا برای مردم ایراد فرمودند. یکی در روز 9 ذوالحجه در عرفات، یکی در 10 ذوالحجه در منا، یکی هم در 18 ذوالحجه در قدیر خم. بله. که اصول اساسی اسلام را در اینا خطبه ها بیان کردند. در یکی از این خطبه ها که بسیار مهم بود به حقوق زن در او خطبه اشاره کرد. یعنی بله. جایی که حضرت دارن آخرین کلمات بیان میکنن از جمله اونها بحث حقوق زن را مطرح کردن. بسیار عالی. تکه حدیث خیلی ممنون استاد، اگر اجازه بدین ادامه بحث باشه انشالله در برنامه بعدی. سلامت باشید، خیلی ممنون از حضورتان، انشالله که خیر و سلامتی بدر خیراهتان باشه. همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. بیننده های عزیز و گرامی سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک بیام تا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.